رئیس جمهوری ایران پنجشنبه شب به وقت آمریکا وارد نیویورک شد. حسن روحانی قرار است روز دوشنبه و برای سومین بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کند. هفته آینده این سخنرانی ها در مجمع عمومی برگزار می شود. البته علاوه بر سخنرانی ها، کنفرانس ها، نشست ها و ملاقات های جانبی هم مانند هر سال برگزار می شود. همکارانم گیتا آریان و بهروز صمدبیگی هر دو در استودیو با من هستند. پیش از اینکه بپردازیم به برنامه سخنرانی هایی که دوشنبه قرار بشه، آقای روحانی در نیویورک همطور که اعلام کردم در جمع خبرنگاران صحبت کرده. صحبت هایی که شده، دیدارهایی که تا اینجای کار انجام داده، آقای روحانی چی بوده؟ بله، امروز آقای روحانی به همراه تیم همراه از جمله آقای جواد ظریف در نشست سران توسعه پایدار شرکت کردند که اختصاصش به تصویب سند این نشست. فردا برای آقای روحانی در این اجلاس سخنرانی در نظر گرفته شده. یکی دیگر از برنامه‌های مهم که آقای روحانی داشت در بدو ورودش به آمریکا، دیدار با تعدادی از مدیران و خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی بود که در اون هم دو بحث مهم مطرح شد. یکی بحث رابطه ایران و آمریکا بود و دیگری بحث تروریسم در سوریه که در این زمینه آقای روحانی اعلام کرد که ائتلافی بین ایران و روسیه در مبارزه با دولت اسلامی در سوریه وجود نداره و همینطور اعلام کرد که آقای پوتین شخصا به او گفته که میخواهد نقش فعالتری داشته باشه برای مبارزه در تروریسم در منطقه. و درباره آمریکا هم گفته که خب قطعا پیوندهای صورت گرفته اما هنوز راه درازی در پیشه. گیتا، تو قراره بری نیویورک و این چند روز البته به همراه سایر همکارانمون، ولی خب به طور کلی از برنامه‌های روز دوشنبه بگو که چه کسانی قراره صحبت بکنم. طور که گفتم آقای روحانی هم یکی از سخنرانان روز دوشنبه است. درسته، همینطور. عمدتاً سخنرانی‌ها از دوشنبه شروع میشه، مثل هر سال یک هفته رو در بر میگیره. طبق معمول رئیس جمهوری آمریکا دومین سخنران هست و امسال برخلاف چند سال گذشته رئیس جمهوری ایران هشتمین نفر هست که در همون روز اول سخنرانی خواهد کرد. قبلا یا بعد از ظهر بوده یا روز دوم بوده رئیس جمهوری ایران. یکی از سخنرانهای مهم دیگه یه روز دوشنبه هم رئیس جمهوری روسیه هست، ولادیمیر پوتین. تا به این زودی صحبت نکرده بوده، اون هم باید خیلی قابل توجه، باید زیر نظر داشت با توجه به اتفاقایی که داره میفته، هم اوکراین هم حرکاتش در سوریه. دقیقاً. خب این باید گفتش که عمده ترین سخنران ها هستن. نخست وزیر اسرائیل هم البته هستش که روز پنجشنبه قراره صحبت بکنه. آقای اوباما از یا بگیم مقام های آمریکا از فردا عملا فعال میشن اونجا در نیویورک. رئیس جمهوری آمریکا از یک شنبه در همین اجلاسی که الان بهروز گفتش که آقای روحانی صحبت کرده، آقای اوباما در نشست نهاییش سخنرانی خواهد کرد که همون در رابطه با توسعه پایدار پس از سال 2015 هست که عمدتاً راجع به فقرزدایی و برابری های اقتصادی و چیزهای انسانی هست. خب دوشنبه صبح که گفتیم آقای اوباما سخنرانی داره، بعد ملاقات‌های متعددی داره، یک در همون روز بازی نشست‌های دیگه داره در زمینه‌های مختلف، مثلا راجع به نگهبانان صلح هستش. از جمله ملاقات‌های عمدش در روز دوشنبه با ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هستش که همین دیروز در اومد که بالاخره که به اصرار رئیس جمهوری روسیه بوده که آقای اوباما بالاخره قبول کرده با هم صحبت کنن. حالا آقای پوتین گفته که من هدفم صحبت در رابطه با سوریه است، ولی آقای اوباما میگه که نه، من علاوه بر سوریه ولی اوکراین رو هم خیلی میخوام راجبش صحبت بکنم. این هست از عمده برنامه‌های آقای اوباما. ولی روز سه‌شنبه هم خود آمریکا به ابتکار آمریکا دومین اجلاس مبارزه با داعش برگزار میشه که همه کشورهای شرکت کننده در اون ائتلاف هستن و حضور دارن. اشاره کرده به سخنرانی ها، من این نکته رو بگم که ما این سخنرانی های آقای اوباما، ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رو روز دوشنبه من و همکارانم به طور مستقیم همه را از نیویورک براتون پخش خواهیم کرد. صحبت از سخنرانی رئیس جمهوری ایران، آیا هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه راجع به چه موضوعاتی قرار صحبت بکنن شده یا نه؟ بله، آقای روحانی پیش از سفرش به نیویورک در جمع خبرنگاران گفتش که محور سخنرانیش تشریح فرصت برجام برای ایران و سایر کشورها خواهد بود
و پیشبینی هم میشه که در مورد دنیای بعد از توافق هسته‌ای و نقش ایران و تعاملش با سایر کشورها و قدرت‌های جهانی بیشتر صحبت بشه. در کنار سخنرانی آقای روحانی در مجمع عمومی، موضوعی که خیلی مهم هست حضور آقای ظریف و تیم مذاکره کننده هسته‌ای است که اونها هم در نیویورک دیدارهای مهم و سرنوشت‌ساز خواهند داشت که تعبیر شده به دور تازه مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی که متمرکز خواهد بود بر چگونگی اجرای برجام و اینکه در ماه‌های آینده ایران و قدرت‌های جهانی باید چگونه پیش برن به سمت اجرای توافق هسته‌ای. اشاره کردی به اینکه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران حضور خواهد داشت. البته امروز هم در سخنرانی پاپ فرانسیس ما دیدیم که آقای ظریف بودن. خب جان کری از مذاکره کننده های ارشد هیئت آمریکایی هم در نیویورک خواهد بود، از این فرصت استفاده خواهد کرد. مهمترین ملاقات ها چه خواهد بود؟ 100% نگار، اولین ملاقات آقای کری در واقع با آقای ظریف هست که روز شنبه یعنی فردا انجام میشه و خب یه ملاقات دیگهش با محمود عباس هست فردا. اما در رابطه با ایران باز هم دوشنبه شب هستش که آقای کری با همتاهای خودش از گروه 5 به علاوه 1 و آقای ظریف مجدداً با هم ملاقات میکنن و همینطوری که بهروز گفت مسئله سر همین هست که این توافق چجوری اجرا بشه، این جزئیاتش رو با هم صحبت کنن و روی اون قضیه راستی آزمایی خیلی باز با هم آخرین هماهنگی ها و دیگه صحبت ها رو بکنن و انجام بدن. این دو تا از مهمترین ملاقات های آقای کری هست. خیلی سریع بپرسم، یکی از بحث ها احتمال دیدار حسن روحانی با باراک اوباما، چقدر این احتمال وجود داره بر اساس آخرین اظهار نظرها؟ اونجوری که من از دولت آمریکا شنیدم فعلا هیچ برنامه‌ای در دست ندارن و میگن انتظاری هم نداریم که ملاقاتی بشه. آقای روحانی هم گفته بودش که در برنامه ها نیست، اما در عالم سیاست هیچ چیز قابل پیش بینی نیست.